آمد باد صبح و بوی نوروز، به کام دوستان و بخت پیروز. مبارک بادت این سال و همه سال، امایون بادت این روز و همه روز. سلام 1397. بیندای عزیز، سال جدید اجری خورشیدی و بهار نورا برای شما صمیمانه تبریک عرض میکنم. آرزو میکنم این سال سال صلح، رفاه، آسایش و آرامش برای امیتون باشه. Schönen guten Abend, liebes Publikum. Ich begrüße Sie zu unserer heutigen Sendung. Ich bin schon wieder im Studio und würde gerne für euch eine Stunde Live-Sendung machen. Für heute habe ich noch einen Gast zum Kaffee eingeladen. بله بین دای عزیز، بعد از چند هفته دوباره مهمان خانه های شما و میزبان مهمانم در استودیوی تلویزیون دورف هستم و امروز باز هم میمان ما حسیب جان رسولی، یک جوان توانا و مستعد افغان است و دانشجوی یکی از دانشگاه های معتبر اتریش است که برنامه دعوتش کردیم و امروز از حسیب جان در آغاز در مورد چگونگی سال نو و خاطراتشان از افغانستان و چگونه این جشن در اتریش برگزار میکنم پرسان خواهد کردم و در کنار ازی در مورد فعالیت هایشان، کارها و برنامه های درسیشان و همچنان چگونگی زندگیشان پرسان خواهد کردم. از شما دعوت میکنم تا آخر به بیننده برنامه باشین و از هانچی که همکاران ما امروز بر شما در این برنامه تهیه دیدن لذت ببرین. یا لیبس پابلیکوم سویرز اورم بیا این افغانیش لید زوزامن دن بین ایش ویدا ایم اشتیدیو اون اشتیل مین فراغن فون مین گست اسیبولا رسولی. بله بیندای عزیز، در آغاز یک آهنگ شاد نوروزی میشنویم و دوباره برمیگردیم. ما در استودیو هستم و با میمانم و سوالا را از میمانم آغاز میکنم. با ما باشید. Ya Maulana
با دل خود مثل یک شقایق می روید رابعه با دل خود مثل یک شقایق می روید با گل سرخ مزار عاشق 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 می روید با گل سرخ مزار عاشق 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 می روید یا مولانا از کنیه با سوی شهر خود بیا Liebes Publikum, noch einmal herzlich willkommen. Sie schauen Kaffee mit Haresh Programm vom Dorf TV Studio. Bazam hast du schon mal bei Herbosche, bin da, Aziz, schon mal, Tamascha, Gare, Barname, Kaffee, Kaffee bei Haresh, als der Television Dorf hast du noch, Hamilaza, Mehman, Aziz, mal, Hasib John, haben da Knorr, Master. Mama Michael, okay, Hasib John, ach, schon mal die Bugüme bei Barname, Savoy Maras, Hasib John, auch ausbekommen. So, ich begrüße dich zu unserem heutigen Sendung. Herzlich willkommen, Hasib. Schönen guten Abend. Zuerst grüße ich Sie und die lieben Zuschauer. Dann bedanke ich mich bei Ihnen und beim Dirt TV, dass Sie mich hier eingeladen haben. Und ich bin sehr froh, dass ich hier bin. Sehr gerne. Ich bin auch sehr froh, dass du heute hier bist. Zuerst möchte ich etwas mehr über dich wissen. Also ich bin Rasuli Hasibullah. Ich bin 30 Jahre alt. Ich komme aus Afghanistan. Ich wohne hier seit 2 Jahren. Und momentan bin ich Student und ich studiere Informatik in Johannes Kepler Universität. Sehr gut, danke. Asip, der Astana und Hamad Hamad Bahar قرار داریم. Bahar نو سال 13 97 برد مبارک باشه. سلامت باشین. من بنابه خود سال نو بر شما. تشکر. برای تمام افغانایی که چی در اتریش باشه در افغانستان زندگی میکنن. از صمیم قلب برشون تبریکی میگم. و جا داره که در قدم نخست یک پارچه شعر را که تهیه کردیم برشون تکلمه بکنم. سر حالی بفرمایید. یک بار دیگر نسیم نوروز وزید، دلها به هوای روز نو باز تپید. نوروز و بهار و بزم یاران خوش باد، در خاک وطن نه در دیار غربت. دلتنگ ز غربتی مشاداب باشیم، از آنکه درست عهد و پیمان باشیم. بادا که چون نوروز رسد بار دیگر، با سفره هفت سین در افغانستان باشیم. به به به، آرزو میکنم انشاءالله که با سالهای بعد خودت هم با سفره هفت سین در افغانستان باشی و از آمد آمد بهار در کنار خانواده عزیزت تجلیل بکنی انشاءالله. خب از سال نو بهار نو آغاز میکنیم. فردا نه پس فردا سال نو است. میخوای چی بکنی در اتریش و از این روز چگونه در این دیار غربت و مهاجرت تجلیل خواهد کردی؟ در حقیقت سال نو در کشورهای اروپایی کدام مراسم خاصی وجود نداره، فقط گفتم میتونم که دوستا با هم یک جا میشن و جای برای سیر و برای سیاحت میرن و تا یک لحظه خود با هم یک جا سپری بکنن و روزای خوبی داشته باشن. در اتریش خصوصا کدام برنامه خاص نوروزی وجود نداره و شخصا خودم با دوستای خود سیر و سیاحت میکنیم. از سال نو در افغانستان چگونه تجلیل کردی زمانی که بودی در افغانستان؟ خب سال نو از ما زندگی ما شهر مزار شریف بودم و سال نو در شهر مزار شریف از یک هلهله خاص برخوردار بودم، چون مراسم جندبالا اونجا برگزار میشه و تمام افغانا از هر گوشه افغانستان در مزار شریف به خاطر مراسم جندبالا میرفتن و دوستا با هم یک جا میشدن و در یکی از مناطق تاریخی مزار شریف که به نام بلخ است اونجا میرفتن و
با هم ساعتی میکردن. خب بسیار خب. از سایی که در افغانستان بودی و سال نو در با دوستا و یا گفتی برگزار کردی و لذت بردی از لحظه لحظه آغاز سال نو بهار نو، اگر از خاطراتش بگویی چطور بود؟ خاطراتش هنوز در ذهنت باقی است؟ خب سال نو در افغانستان خصوصا در شهر مزار شریف سراسر خاطره است. قسمی که یادم می آید دوستا از ولایت های مختلف افغانستان در شهر مزار شریف تشریف می آوردند و ما با هم خصوصا در شهر بلخ می رفتیم، اونجا فوتبال بازی می کردیم و تخم بازی می کردیم و بعضی از بازی های دیگر مثل کشتی کج و یا اسب سواری انجام می دادیم. خلاصه تو گفتم میتونم که سال نو در مزار شریف خصوصا سراسر خاطر است. ای که از حرفات گونی بر ما بیان شد که اکثرا وقت آغازین روزهای سال با دوستا و رفیقا و کسای میمونایی که بودن از کابل میامدن از دیگه شهرها به مزار میگذشتوندی، در کنار فامیل کدام لحظه سال می بودی و بابا چگونه تجلیل میکردی سال نو؟ خب در یک سال فقط یک روز با دوستا بودیم، دیگه مجموع با فامیل با خانواده بودیم و وقتم همیشه با فامیل بوده با خانواده بوده و کوشش کردیم که یک لحظات خیلی خوب و خوش در کنار خانواده خود داشته باشیم. خصوصا خود من شخصا خانواده خود خیلی دوست داشتیم و دارم و همیشه در کنار خانواده خود بودیم و زندگی خوب داشتیم. بسیار خب. یک چیزی که همین لحظه در ذهنم خطور کرد که در افغانستان با آمد آمد بهار و سال نو سمنک یاد می شد و هفت‌سین یاد می شد، اگه در این مورد برای ما بگویی. خب سمنک یک فرهنگ گفتم می دانم، یک فرهنگی که از خیلی سابق برای ما مونده و چون قبلا چندین کشور آسیای میانه را به نام آریانا یاد می گردن که در شمول خود افغانستان بوده، تاجیکستان و ایران بوده و یک مراسمی است، یک جشن سمنک، یک جشنی است که فقط یک بار در یک سال در سالهای نو برگزار میشه و معمولا خانمهای خانواده ها با هم یک جا میشن و دیگ بزرگ را میمانن و تا نصفهای شب و یا تا دمهای صبح خواندن میکنن و لذت میبرن و سمنک پخته میکنن. و در مورد هفت‌سین هم همچون یک فرهنگ بر ما مونده. معمولا در سالهای نو خانواده ها کوشش میکنند که در روی سفره های خانه هایشان از هفت نوع میوه یا خوردنی که با حرف سین آغاز شده باشه سفره هایشان را انبار میکنند. جالب، از هفت‌سین یاد کردی اسیف جان. اگر همی از هفت‌سینی که خودت گفتی پنج سینیش هم میشه نام بگیری؟ خب میتونیم از سیب نام ببریم، سیر، سرکه، سمارق، سبزی خود گندم که به خاطر سمنک جور میشه. بگونو پنج تا شد، چهار تا گفتی. خب خیلی پنج تا سوش میکنیم. در قسمت سمنک یاد کردی که خانما معمولا چمچم میزنن، گاهی باز خانما برای مردم چانس میدادن که یک چمچه بزنن سمنک یا نه؟ خب اما کار مربوط خانما میشه. خب این جشن خاص برای خانما نیست ولی معمولا خانم های جشن برگزار میکنن. خب خود همین چمچه زنی خیلی خیلی کار دشوار و سنگین است و معمولا خانم ها خسته میشن، نمیتونن. بعدش مرد های خانواده به خاطر کمک خانم هایشون میآیند و بله اجازه دارن مرد ها هم که باید چمچه بزنن. آها بسیار خب. پیشتر از یاد کردی که خودت تقریبا بیش از 2 سال است در اتریش هستی و در 2 سال که گذشت چگونه از سال نو تجلیل کرده؟ های همی که از هفت‌سین نام بردی تا نیستی که با دوستا یا خانواده هایی که در اینجا مهاجر هستن از افغانستان یا از ایران از همی هفت‌سینی که هفت‌دانه سین داره خودتا مستفید شوی یا استفاده بکنی؟ حالا متاسفانه نه، متاسفانه زندگی 2 سال که در اتریش ما داشتیم تمامش زندگی مهاجرت بودم و ما در مجموع فکر ما و هوش و حواس ما در مجموع برای مسائل پناهندگی ما بودم و خصوصا برای فراگیری زبان بوده و اصلا این زمینه بر ما مساعد نشده که ما بتانیم سفره‌های هفت‌سینم آماده بسازیم و نخیر متاسفانم. خب ما میخواییم که برات چانس بتیم از طریق می برنامه و دوربین برنامه که فامیل هم از دور هستن و خودت تنها در اینجا مهاجر هستی پیام نوروزی تان برای هم برسانیم.
سال نو و سال نو بر خانواده های عزیزم، خصوصا بر خانواده خودم و بر خانم عزیزم و بر سه دختر نازنینم که فعلا در افغانستان هستن، از صمیم قلب برشان تبریکی بگویم و با امید از اینکه زنده و سلامت سر حال و صحتمند باشن. بسیار خوب، ما هم پیام خدا برای خانواده عزیز شما و تمام اعضایی که در افغانستان برنامه را میبینن تبریک عرض میکنم. سال نو و بهار نو برشون آرزو میکنم که برشون خوش بگذره در کنار خانواده های عزیزشون و از اینکه در کنار هم دیگر هستن لذت ببرن و دم غنیمت بشمارن. آصف جان، پیشتر از تخم جنگی یاد کردی که یکی از خاطرهایی است که هنوز در ذهن تست و معمولا در ایام نوروز و روزهای آغاز بهار تخم جنگی هم میکردی با میمان هایی که از دیگه شهرها میامدن دیدنت. خب مایل هستی یک تخم جنگی ما خود تام در برنامه کنیم؟ همکارای ما اینجا یک چند دانه تخم برای جنگ دادن آوردن، دیگه نیفهم چطور است. ما این هستم که برنده میشم. خب میبینیم دیگه نه دا گز دا میدن. خب خوش کردش از شما. اینه دیگه مگم شکستن نباشه خدا کنه. ما معمولا رنگ زرد خیلی دوست دارم. بیندای عزیز، به خاطر یاد خاطرات تازه شدن خاطرات گذشته حسیب جان، ما هم البته بسیار کم از تخم جنگی در افغانستان خاطره دارم. به خاطر از اینکه خاطر ما یک بار دیگه تازه شد و احساس تنهایی و دور بودن از خانواده و فامیلیا رخ نده، برای یک لحظه ما هم در استودیو یک تخم جنگی میکنیم. شما هم ببینید که ما برنده میشم یا حسیب جان که میگه که ما واقعا تجربه دارم و برنده هم شدیم چندین بار. خب چطور کنیم؟ رنگ زرد رنگ دلخواهیم است. خب انشاءالله که برنده میشم. خب ببینیم فنا بخدا خود چه قسم همیتر هستیستمش؟ این هم قسم میشه جانان. خب باش که فکر بکنم کمرام اینجا میگیره که برنده و بازنده زود معلوم شده اینجا. میره کج زدی هستیم جان. بیندای عزیز ببینین، ببینین برنده شما. یک اصطلاح هست در افغانستان بیندای عزیز میگن که دقل بازی میگن. نصیب جان دقل بازی کرد، دبقل تخم زد به خاطر که بقل تخم زد نزدیک از میتونه شما نشان بدین یک هنر، یک هنر لازم داره. موفق باش نصیب جان، تشکر. ممنون. خب عزیب جان، از زندگی در اتریش حالا که فردان پس فردا سال نو است و من فکر میکنم خودت مصروف امورات درسی زیاد هستی، تصمیم مشخص اگر بگی با کی میخوای بری یک چکر بیرون و همین بهار نو سال نو را با یک چند قدمی که برمیداری بر خود از نو آغاز بکنی و خوشبختانه بگویم یا اتفاقا بگویم در اتریش من تنها نیستم. با برادر خود زندگی میکنم و همشیرم هم خواهرم هم با من است. معمولا سالهای نو با هم یک جا سپری میکنیم، شب نشینی میکنیم و قصه ها از دوران کودکی و از دوران هایی که در افغانستان بودیم قصه میکنیم با هم. تو کدام برنامه خاص ندارم، فقط میرم با خواهر خود میباشم، با برادر خود یک جا با هم شب را سپری میکنیم. خب گذاشتن این شبها را که با وجود از که در یک گروه یا یک جمع کوچک برگزار میکنین، یادهای گذشته را به یادتان میاره کمک برتون سخت تمام نمیشه؟ زندگی خودش خیلی مشکل است، مشکلات خود داره. دقیقا وقتی که از دورانهای کودکی یاد میشه، از خوشیهای دوران کودکی که وقتی یاد میشه انسان متاثر میشه، خصوصا در این شرایطی که ما فعلا در اتریش داریم مشکلات خیلی بالای ما زیاد است و دقیقا فضا کمک بر تنگ میباشه. خیر نصیب جان، فکر بکنم در این وقت بر برنامه یک وقفه بگیریم یا که چه خوب است که یک آهنگ بشنویم با هم، به خاطر برنامه هم خسته کن نشه برای بینده های ما. هر چند باشه برنامه نوروزی است، باید کم شادتر باشه برایشان و در کنار حرفای ما و خودت یکان موسیقی هم باشه که با هم بشنویم. چطور است نظرت؟ خیلی خوب. خب از همکارای تکنیکی ما خواهش میکنیم ولی آهنگ به انتخاب خودت میخوایم داشته باشیم در قسمت. ممنون. یک آهنگ خاص بر خانم عزیز خود ما تقدیم میکنم، از ربیجان بیزاد است، یک آهنگ جدیدش است به نام آینه ها. خب ما از همکارای بخش تقدیم خواهش میکنم آهنگ که عصیب جان فرمایش دادن برای
عزیزم آماده بکنن برای خانمشان تقدیم کردن که باز با هم یک جای بشنویم. خب هستی اسیب جان، در قسمت کارهای دیگه در اتوشک پرسان بکنم، در کنار از که با فامیل هستی چی کارهای دیگه میکنیم؟ فعلا مصروف آموزش زبان هستم و در پلوی آموزش زبان مصروف تحصیل در رشته کامپیوتر ساینس مصروفیت دارم. خب مصروفیت خاص ندارم، بعض اوقاتم به حیث ترجمان در شفاخانه ها و در بعض جاهایی که ضرورت میشه برای ترجمان کمک میکنی برای اتریشیا. در قسمت نتیجه زندگی اگر در اینجا بگی، در قدر مدت زمان خودت اینجا هستی، آیا تصمیم گرفت دولت برای بقای زندگی در اینجا تا هنوز مشخص نیست؟ والا متاسفانه با همه مشکلاتی که ما داشتیم، با همه اسناد و مدارکی که ما بر اتریش پیش کردم و با همه زحماتی که اینجا ما زبان یاد گرفتم و خود با مردم اتریش ادغام کردم، متاسفانه بازم برام جواب منفی آمد. انشالله امید به خدا داریم و امیدوار هستیم که اتریش بتانه شرایط واقعی مرا درک بکنه و یک تصمیم درست برام بگیره. یا wenn es wenn möglich ist, ich möchte das Frage auf Deutsch auch wissen. Sagst du mir etwas über dein Bescheid in Österreich? Hast du noch Bescheid oder noch nicht? Also eigentlich ich hatte auch wirklich so viele Beweise und ich habe so viele Unterlagen zu BIFA gegeben. Trotzdem habe ich negativ in Asylbescheid bekommen. Und das stört mich wirklich sehr. Und ja, aber ich gebe nicht auf und ich gehe weiter. Okay. Ja, obwohl ich mich hier integriert habe, trotzdem habe ich negativ in Bescheid bekommen. Ich weiß jetzt nicht, was ist die Grund, dass ich negativ in Bescheid bekomme. Aber ich hoffe, dass ich so bald meinen positiven Bescheid bekomme und hoffentlich. Es tut mir leid, sehr. So, بیندای عزیز، فکر بکنم آهنگ درخواست خودم آماده شده باشه. دیگه حال از همکارای ما خواهش میکنم آهنگ که آسیب جان فرمایش دادن پخش بکنن با هم آهنگ میشنویم. بیندای عزیز، باز دوباره من هستم در استودیو، آسیب جان هم هست در کنار من. ما قهوه خودم می نوشیم، شما هم چایتان تازه بکنین و از آهنگ هم لذت ببرین. ما زود برمیگردیم. یو لیبس پابلیکوم یتس اورن بیا نوخ این afghanisches Song, dann sind wir wieder im Studio. بسازم، میخواهم از این آینه ها خانه بسازم، یک خانه برای تو جداگانه بسازم، یک خانه برای تو جداگانه بسازم، میخواهم از این آینه ها خانه بسازم. در بزنم باز کنی از تو بپرسم، من در بزنم باز کنی از تو بپرسم، آماده ای از خواب تو افسانه بسازم، آماده ای از خواب تو افسانه ب
بسازم، میخواهم از این آینه ها خانه بسازم، مربای غزل ظرف عسل من، هر صبح مربای غزل ظرف عسل من، با نان تنوری و تو صبحانه بسازم، با نان تنوری و تو صبحانه بسازم، میخواهم از این آینه ها خانه بسازم، سرم زد سر زودی دم اصلی، شاید با سرم زد سر زودی دم اصلی، در گوشه آن مزره همه خانه بسازم، در گوشه آن مزره همه خانه بسازم، میخواهم از این آینه ها خانه بسازم، یک خانه برای تو جداگانه بسازم، یک خانه برای تو جداگانه بسازم، میخواهم از این آینه ها خانه بسازم. نباشین، من در استودیو هستم و همراهی آصف جان رسولی. حالا میخواییم که در بخش دوم برنامه ما سوالهای را در مورد امورات درسیشون پرسند بکنم. So, آصف، jetzt würde ich über dein Universität etwas von dir informieren. Danke schön für die Frage. Als ich in Afghanistan war, habe ich Literatur studiert und als Bankmanager vor 7 Jahren gearbeitet. Mhm. Und hier studiere ich Informatik und derzeit lerne ich auch Deutsch. Ich bin beschäftigt beim Informatikstudium. Das ist sehr wichtig. Wie konntest du als ein Student sein in Österreich? Als Student zu sein ist wirklich sehr schwierig, mhm. besonders in Österreich, weil die Sprache ist nicht wie unsere Sprache, Persisch oder Afghanisch. Man muss viel hier lernen, Deutsch lernen und intensiv Deutsch sprechen. Das ist nicht so einfach hier, als ein Student zu sein. Als ich schon nach Smate Donischko Gufti Roy of Tandar Utrich bei Donischko Korsodini ist, چطور تانیستی که از این مسیرهای خموپیچ بگذاری و به دانشگاه راه پیدا کنی؟ خب زمانی که من تازه در اتریش آمدم، خب هر کس یکی از اهدافش هست که زندگی خوب و خوش داشته باشه و هدف من هی بود که بتونم در اتریش یک زندگی خوبی را داشته باشم. بنان اولین فکری که بر سر من خورد خب یادگیری زبان آلمانی بود، چون بدون زبان انسان در یک کشور نمیتونه درست زندگی بکنم. اول زبان را نسبتاً فرا گرفتم و بعداً در یکی از پروگرام هایی که خاص برای مهاجرین بود،
با نام مور پروگرام میگفتن از یکی از دانشگاه های لنز. پیشنهاد شد که ما باید بیایم در این دانشگاه، باید زبان خوب آلمانی رو اونجا فرا بگیرم. بسیار خوب. و بعدش بعد از تقریبا مدت 6 ماهی که ما در اینجا زبان فرا گرفتم و یک امتحان خیلی مشکل رم که خاص به خاطر کسایی هستن که اینجا میخواین معسل شون، او را الحمدلله کامیاب شدم و فعلا توانستم که به حیث معسل برحال در یکی از دانشگاه های لنز تحصیل بکنم. ایران میخواییم بدونم به زبان دری که اگر بگویی در کدام بخش درس میخوانی و قبلا کدام درس را خوندی، با این درس میخوایی آینده با این درس چی بکنی؟ خب در افغانستان ما زبان و ادبیات دری را خواندیم و در پهلوی زو بعضی از کورس هایی که مربوط رشته اقتصاد میشه مثل محاسبه و مدیریت و بازاریابی را فرا گرفتیم و بعدا در یکی از بانک ها تقریبا 7 سال کار کردیم. اینجا خواستم که انفرماتیک، یعنی به زبان شما یا که به زبان انگلیسی میشه کامپیوتر ساینس، فعلا مصروف فراگیری ای بخش هستم. در آینده انشالله اگر خواست خدا بود میخوایم در یکی از شرکت هایی که مربوط بخش کامپیوتر میشه میخوایم اونجا کار بکنم. چی انگیزه سبب شد که نخواستی در سایر که در افغانستان پیش برده بودی، چی در بخش اقتصاد چی در بخش ادبیات، او را دوباره در اینجا ادامه بدی و هم اندوخته های تقویت ببخشی؟ خب در افغانستان هم یکی از خواستای مهی بود که باید من کامپیوتر ساینس در حقیقت میخوندم، ولی نظر به بعضی مشکلاتی که ما داشتم نتونستم فرا بگیرم و به زبان ادبیات دری مشغول شدم. ولی متاسفانه اینجا چون زبان ادبیات دری نیست، بنابراین من فکر کردم که در رشته که دوست داشتم و دوست دارم و تجربه هم داشتم در این رشته تحصیل بکنم، بنابراین کامپیوتر ساینس انتخاب کردم. بسیار خوب. حالا اگر اجازه بدید در قسمت زندگی در اتریش پرسان بکنم. بفرمایید. سگ می Wie ist es in Österreich zu leben für dich? Also Leben in Österreich für mich, es ist jetzt momentan zufrieden, weil ich in einem sicheren Land lebe und das ist für mich momentan wichtig. Ja, die Asylbescheid oder andere Sachen sind anders. Ich hoffe, dass ich so bald meinen positiven Bescheid bekomme. Aber das Leben hier in Österreich ist wirklich stressfrei und die Leute hier in Österreich sind sehr sympathisch und ja, die Regierung denkt immer an den Menschen. Ja, das Leben gefällt mir hier in Österreich einfach so. Was war besonders für dich in Österreich? Also besonders in Österreich, besonders kann so viele Sachen oder so viele Dinge sein, zum Beispiel die Leute, die Natur und ja, das System des Lebens in Österreich ist so einfach und zum Beispiel als ein Flüchtlinge durfte ich hier Deutsch lernen, zum Beispiel wie ich weiß in anderen Ländern. Afghanische Leute oder die Menschen von anderen Ländern dürfen nicht dort so gratis oder kostenlos Deutsch lernen. So, das ist auch ein wichtiger Punkt für mich, dass ich hier so in Österreich gefühlt habe. Ja, das Leben ist hier sehr zufrieden für mich. Deswegen habe ich Österreich ausgewählt, weil meine Familie auch hier sind und besonders meine Schwester und meine Brüder wohnen hier in Österreich. So, bis jetzt bin ich zufrieden, ja. Okay, sehr gut, danke. Ich möchte dir fragen, was für Möglichkeiten hast du in der europäischen Welt, in der Welt der Majorität, in der Welt selbst? خب یکی از مشکلات عمومی تمام مهاجرینی که در کشورهای اروپایی هستند، ناامنی در افغانستان است. که متاسفانه شرایط بالای تمام ما آمده در افغانستان. خب یکی از مشخصاتی که در مورد کشور اتریش باید بگویم هست که خود مردم اتریش، اکثریت مردم اتریش خیلی مهربان و خیلی مهاجر دوست می باشند و یکی از
دلایلی که من در اتریش آمدم و در اینجا کیس پناهندگی خود دادم این بود که از ما خانواده اینجا هستن و بعد از اینکه من اینجا کیس پناهندگی خود دادم بعدش فهمیدم که واقعا کشور است که از لحاظ رسیدگی بر مهاجرین خوب است، ولی متاسفانه در اواخر بعد از ای که انترویو داده شد و جوابای منفی بر افغان آمد و دلایلش این بود که در افغانستان امن است، این واقعا قابل سوال است و سوال برانگیز است و من مطمئن هستم که دولت اتریش خودش میفهمه که افغانستان جای امن نیست، ولی که نمیفهم نظر به کدام دلایل میگن افغانستان امن است، این خودشان میفهمن و سیاستشان میفهمن. خب از ویژگی های خاصی که بیشتر یاد کردی به زبان آلمانی، گفتی بعضی چیزهای فوق العاده هم در اتریش هست، در زندگی ما محسوس بوده، چی هست؟ قسم یادآوری کردم مردمش مهربان است و دولت خود اتریش برای مهاجرین یک نوع زمینی را مساعد کرده که میتونن به هر خواست و مرامشون برسن، مانند کورس های آموزشی زبان آلمانی که خیلی مهم است برای یک مهاجر. زمانی که در کشور میره باید اول زبان و کشور فرا بگیرم، زمانی که این زمینه مساعد نباشه که یک مهاجر زبان فرا بگیره خیلی مشکلات دیگه به بار میایم. و ثانیاً بر مهاجرین زمینه تحصیل در دانشگاه ها، در دانشگاه معتبر با پول بسیار کم زمینه مساعد است و این یکی از نقطه هایی است که خیلی بارز می باشم. Was war das Hauptproblem des Lebens in Österreich für dich? Also für mich, als ich neu in Österreich gekommen bin, die Sprache. Die Sprache fand ich Wahnsinn und sehr schwierig. Ja, ich kann mit 6 Sprachen sprechen, aber die Deutsch war wirklich für mich sehr schwierig. Und ich bin sicher, dass diese Probleme für alle Flüchtlinge gleich sind. So, die Sprache ist wirklich ein großes Problem und auch ein Problem für uns. Ja. Hast du noch Probleme mit der Sprache, oder? Momentan, was ich denke, na, weil ich so alle meine Probleme selber lösen kann. So, ja, aber Sprache ist Sprache, kann man nicht perfekt lernen. So, für mich, ich glaube, das ist genug. So, ja, ich verstehe die Leute und die Leute verstehen mich und das ist, ich glaube, das ist alles. Ja, sehr gut, danke. Und du hast mir gesagt, dass du Student bist. Wie ist das Verhalten der österreichischen Studenten gegenüber dir? Also, vom österreichischen Studenten bin ich wirklich sehr glücklich und sie helfen wirklich uns. Sie wissen, dass wir nicht Österreichische sind und unsere Probleme ist die Sprache. Aber manchmal, das muss ich sagen, die Prüfer oder die Professor in der Uni, sie sprechen wirklich Dialekt und das ist unser großes Problem auch, kann ich sagen. Ja, das ist Dialekt ist auch eine Sprache, dass die Leute in Österreich sprechen sollen, aber sie auch sollen das denken, dass wir Flüchtlinge sind oder wir sind oder Deutsch ist nicht unsere Muttersprache. So, ja, genau. Das ist ein bisschen schwierig für uns, was sie zum Beispiel unterrichten, aber wenn wir nicht verstehen, dann das wäre ein Problem für uns. So. Ja, das Verhalten der Menschen, ja, sind freundlich. Ja, na gut, تفاوت حالا خود در دانشگاه هستی، تفاوت درس در دانشگاه اتریش با دانشگاه افغانستان در چیست از دید خودت؟ خب در افغانستان اولین تفاوتش است که ما به زبان خودمون درس خواندیم و اینجا به زبان خارجی آلمانی باید درس بخوانیم. سیستم درسی که در افغانستان بود یک سیستم مشخص می باشه. مثلا یک معسل اگر بخواید در یکی از رشته ها درس بخونه، مستقیم اسمش میره به مو رشته، ثبت نام میشه و میره خب به صورت نرمال به درس های خود ادامه میده. ولی اینجا چیزی را که من برداشت کردم و تجربه کردم هی است که سیستم اینجا کم مغلق تر از افغانستان است و هر معسل نمیتونه که به صورت مستقل یا به صورت درست برند صنفاشون درس بخونن. اینجا باید خودت هر صنف را که میخوایی باید درس بخونی، باید ثبت نام بکنی و بری بشینی. مهم نیست که
تو فرض مثال صنف اول سی بری صنف دو را بخون یا صنف سی را بخون، ای برشون مهم نیست. یعنی هر مؤثر اجازه داره که مثلا اگر صنف اول باشه میتونه بره درس های صنف دو اشتراک بکنه. یکی از تفاوت های بزرگی است که من احساس کردم. آه بازی سخت تمام نمیشه از لحاظ برداشت درسی برای یک محصل؟ اتفاقا چرا نه، من می مشکل تقریبا با بعضی از اشخاص در دانشگاه یادآوری کردم. شخصا خودم سمستر اول باید شروع میکردم، ولی متاسفانه صنف های سمستر اول وجود نداشت در این سمستر و مرا گفتن که تو میتونی سمستر دو بری اشتراک بکنی. وقتی من سمستر اول نخوانده باشم چطور میتونم سمستر دو مثلا برم درس بخونم؟ و یکی از مسائل است که میتونه فرق ایجاد بکنم بالای سیستم درسی افغانستان و اتریش. بسیار خوب، موفق باشی، چانس خوب برات آرزو میکنم. انشاءالله که روزی هست موفقیت های بیشترت آگاه شویم و باز بار دیگه خودت در برنامه داشته باشیم و از موفقیت ها و دستاورد بزرگ در دانشگاه حرف بزنیم. خوشبختم. یتس بورد ایش اتوا سوپر داین سوکونفت پلانت این اوسترایخ ویسن واس ویلست تو این سوکونفت این اوسترایخ؟ Also, ja, wenn ich einen positiven Bescheid bekomme, dann möchte ich hier als ein Mensch leben und als Informatiker arbeiten und als ein positiver Mensch hier leben. Das ist mein Ziel. Und ja, ich hatte eigentlich, mein Leben war ein bisschen kompliziert und 2007 hatte ich Krebs, Knochenkrebs, und deswegen habe ich meine Hand verloren. Es tut mir leid. Und ja, mein Leben war nicht so gut, aber jetzt bin ich zufrieden, weil ich in Österreich lebe und mein Leben ist hier wirklich sehr gut. Und ich möchte hier bleiben und ich möchte hier leben, arbeiten und ja, bis Ende möchte ich hier leben. Okay. پاسپورت بگیری در اتریش چی میکنی؟ خب در قدم نخست اگر پاسپورت بگیرم که انشالله میگیرم، اگر پاسپورت بگیرم در قدم نخست خانواده خدا که در افغانستان در یک شرایط ناامن زندگی میکنم در اتریش دعوتشان بکنم و بعدا مانند یک انسان مثبت و مثمر در اتریش زندگی بکنم و در رشته که درس خواندم انشالله امیدوار هستم که در رشته وظیفه خوب پیدا بکنم و زندگی خدا پیش ببرم. قسمت مشکلاتت که پیشتر به حال مونی گفتی که حد سی هم مشکلات داری و هم میتونه با بودن در اتریش برات کمک بکنه. خب اصلا مشکل صحی ما که در افغانستان داشتم سال 2007 بود. سرطان سقان داشتم که در سال 2009 همین سبب شد که من دست خود دست دادم و الحمدلله تا فعلا خوب هستم و صحتم خیلی خوب است. و این دلیل من نیست که من در اتریش آمدیم، من بعض دلایل دیگه دارم. او بیفا آگاه هست و امیدوار هستم که یک تصمیم درست بگیرن. بسیار خوب، امیدوار هستم خودتام به زودی جواب بگیری و همین تشویش و نگرانی و انتظاری که داری به پایان برسه و بخیر بتونی زندگی حرام و خوش را ادامه بدی در اتریش. پس از دین بوتشاف فر اندرن فلوخلینگ دی این اوسترایخ زیند. Also ja, für mich die wichtigste ist die Menschlichkeit. Die Flüchtlinge, die hier leben, sie müssen das denken, dass das Leben hier in Österreich ist nicht wie das Leben in Afghanistan oder andere Länder. Sie müssen die Kultur und die Tradition und die Religion hier respektieren. Und sie müssen hier als positiv Menschen hier leben und sie müssen zwischen den Leuten von oder den Menschen des Landes arbeiten, integrieren und am wichtigsten, sie müssen hier Deutsch lernen. Wenn jemand nicht Deutsch kennt oder wenn jemand nicht Deutsch sprechen kann, dann das wäre wirklich ein riesiges Problem für ihn. So deswegen, ich möchte das zu allen Flüchtlingen sagen, als ein Bruder, bitte, 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 sei positiv, mach positiv, lern Deutsch und akzept die Kultur, die Tradition hier und respekt die Menschen, respekt bitte die Religion hier und sei wie ein positiver Mensch. Vielen, vielen Dank. Und jetzt möchte ich gerne deine Botschaft auf Persisch auch wissen. خب
منحیث یک برادر کوچکشان ما تقاضامند هستم و خواهش میکنم از تمام مهاجرین افغان که در اتریش هستند و در دیگر کشورها اگر میبینن ما را لطفاً پس از اینجا افغانستان نیست، اینجا اتریش است، قوانین اینجا را باید احترام قائل شوین. با کلتور، فرهنگ، زبان، مردم و دین این کشور احترام قائل شوین. از زمینه‌ای که برای شما داده شد، از شرایطی که برای شما داده شد که باید آلمانی فرا می گرفتین، باید فرا بگیرین و کارهای خلاف نکنین. همین گفتنی ما برای شما است. بسیار جد تشکر اسیب عزیز. می خواهیم که با آلمانی ازت پرسان بکنم وی بار اونزر هایتی گنزندونگ Aber ja, das finde ich Wahnsinn und ich bin sehr glücklich, dass ich hier bei Ihnen war und bin. Und heute war wirklich für mich besonders. Ja. Danke sehr. Und jetzt möchte ich deine Erinnerungen aus unserem Programm schreiben. Ja, gerne. Ja. Es gibt hier unser Gastbuch. Soll ich auf Persisch schreiben oder auf Deutsch? Wie du willst. Okay, dann schreibe ich beide. Total wurschtbar. Ja, bitte schön. Danke. So, ja, liebes Publikum, das Kaffee ist ausgetrunken. Wir sind am Ende des Programms. Am Ende wollten wir noch ein afghanisches Lied zusammen hören. Ich bedanke mich bei meinem Gast Asibullah Rasuli und vielen Dank für die Anwesenheit in unserem Programm. Nochmal bedanke ich mich bei Ihnen und beim DOSTV, dass Sie mehr Chance gegeben haben und Dankeschön. Sehr gerne, herzlich willkommen. So, liebes Publikum, unser nächstes Programm ist am Ende April. Sie können einfach unser Programm auch schauen. Und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war interessant für Sie. بین دوی عزیز بسیار زیاد تشکر هزی که تا این دم بیننده برنامه بودین و قهوه ما هم به تمام شد و تشکری میکنم از اسیب جان که در برنامه حضور پیدا کرد و چند لحظه صحبت کردیم در مورد کار و برنامه و فعالیت هایشان آگاه شدیم و اطلاع حاصل کردیم. دیگه برنامه بعدی ما را شما در آخرهای ماه اپریل بیننده باشین از استودیوی دورتفی.
تا دیدار بعد که باز هم خدمت حاضر میشیم و با یک مهمان عزیز و دوست داشتنی دیگر شما را به خداوند کریم و رحیم میسپاریم. عروزتان نوروز، نوروزتان پیروز. بس نیکست پروگرام، نیکست سندونگ، الیس گوته، الیس لیبه، آف ویدرسیم. تشنه من نشوی در آتش آه عاشقت می سوزی.